سلام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شما بینندگان. امیدوار هستم که صحتمند باشین. حالا تو میتونی طول سلام و ادب داشته باشی. من سلام و ادب میکنم خدمت شما بیننده های عزیز. دیگه واقعا عرض سلام و ادب کلا یادم شاران. من سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم شب خوبی داشته باشید. اما موضوعاتی که در این برنامه برای شما مد نظر گرفتیم، بله، موضوع اول همه جا آلوده است، کل جای آلوده است، همه جا کل جای آلوده است، کلگی میفهمه این نظر، کلگی. موضوع بعدی، بالاخره کاربرد آپاندیس مشخص شد که آپاندیس بر چی هست؟ بله، اتصال دمکش اتصال دشکم دمکش نمیشه کنه اتصال دشکم اسپیک پلاس به دستیار صوتی الکسا. اینجا از پشم اشتباه شد، دشکم برو بعدی، برو کم. ردیاب جدید و جالب بر اشیای گم شده شما. دیگه نگرانی نباشین که فلان چیز رو در کجا گذاشتیم، یک ردیاب خیلی جالب درست کرده. دیگه دغدغه چادر زدن، چادر میزنن میرید زیرش استراحت میکنید، وقتی تفریح میرید چکر میرید، دیگه دغدغه‌شو نداشته باشید، یک چادر جدید با امکانات جدید با نصب رایگان آمده، نصب راحت و لامپ هوشمند برای سالمندا. بله، گجت بوگیر برای فضاهایی که بوی بد زیاد میده و جاکت هوشمند. موضوعات اسکری برنامه براتون مد نظر گرفتیم، چیزای کاربردی رو براتون مد نظر گرفتیم، گجت ها و در واقع از با تشکر از پرودوسر برنامه، ما خیلی در نظر نگیرید، بیشتر پرودوسر در نظر گرفتیم. برنامه رو دنبال کنید، با ما باشید. اما موضوع اولی که براتون مد نظر گرفتیم که مهدی جان گفت همه جا آلوده است، همه جا. این آلودگی رو شما فکر نکنید که فقط ناشی از دود موترها و کارخانه های مثلا ذوب آهن و کارخانجات و این حرف هست. نه، فقط این چیزهای مواد سوختی هوا رو آلوده نمی کنه، خیلی چیزهای دیگه هم هست که باعث آلودگی هوا میشن. بله، مطالعات جدید پژوهشگران و محققین نشان داده که مواد عالی رو میگن که در اون ترکیبات کربن استفاده شده باشه، و مواد عالی فرار موادی هستن که کربن دارن معمولا، و در دمای محیط یک اتاق که دمای استهلوش 37 درجه 30 درجه است، اینا تبدیل به گاز میشن. این مواد خودشان در بر اثر تبخیر و رفتن به اتمسفیر باعث فرار به خاطر این میگن که تبدیل به گاز میشه و میره در اتمسفیر، در هوا پخش میشه، در اتمسفیر منتقل میشه و باعث آلودگی و مضراتی برای ما و شما و برای سلامتی ما و شما میشه. بله، حالا این مواد عالیه فرار که میگن در خیلی از چیزا وجود داره، مثلا مواد بهداشتی، لوازم بهداشتی، عطر، رنگ ناخون، صابون، شامپو، هر اون چیزی که ببینین این مواد شیمیایی درش وجود داره که بر اساس اندک حرارت باعث میشه که در فضا تولید بشه و باعث آلودگی هوا بشه. بله، این مواد بسیار زیاد به وفور یافت میشه، حتی مثلا یک سری از مواردش ادیسیون گفت، یک سری موارد دیگهش میتونیم مثلا در اسپری ها، در عطر ها، در اودکلون ها. شما وقتی که زمانی که زیر چی رو باز کنید، زیر دستشو یا ظرفشوی خانه تان رو باز کنید، یک سری مواد شوینده است که کل اینا این مواد عالی فرار وجود داره. در رنگ ها، رنگ هایی که در ساختمان استفاده میشه، در اکثر مواد پلاستیکی، مواد شیمیایی بسیار زیاد است، یعنی هر جایی رو که شما نگاه کنید این مواد وجود داره و خیلی ضرر هم داره. این مواد بر سلامت انسان باعث آسم یا همون نفس تنگی میشه، باعث بیماری های قلبی عروقی میشه، باعث سکته میشه، حتی تا حد زیادش ممکن که باعث مرگ انسان هم بشه. پس خیلی باید متوجه محیط و اطراف ما باشیم که با چه آلودگی های ما مواجه هستیم و چه پیامدهای بدی را میتونه که بر ما به دنبال داشته باشه. خب الان چی کار کنیم؟ راهکار چی هست؟ ما وقتی که از این آلودگی بیش از حدی که بیش از اون چیزی که ما تصور کنیم
در واقع با این آلودگی ها ما مواجه هستیم، باید چی کار کنیم بخاطر این موزل؟ موزل برای راه حل این موزل، راهکارهایی که پیشنهاد شده استفاده از مواد طبیعی است. بله. مثل برای شستشوی حمام یا آشپزخانه یا هر جایی که میخواید چیکار کنید، از مواد طبیعی مثل سرکه، لیمو، آب لیمو و پلی استفاده کنید. پلی استفاده کنید. بله. یک نکته بسیار مهم که در این وسط جای مامان میبخشید ما برای شما باید بگم این هست که مواد شیمیایی را در معرض مستقیم تابش نور مستقیم خورشید قرار ندید، چون ضرر اینا بیشتر میشه. اگر در معرض نور مستقیم خورشید، تابش نور مستقیم خورشید قرار بگیرن، باعث بروز حملات قلبی، سکته و مرگ میشود. مواد شیمیایی منظورم این چرا که صابون، شامپو، ریکاب، تمام اینا مواد شیمیایی درست میشه. اکثر این رنگ ها هر چیزی تمام میشه. هیچ مخلوق خدا بی دلیل و بی حکمت نیست. هیچ آفرینشی از طرف خدا بدون حکمت نیست. درست است؟ و این را کل ما مسلمان ها قبول داریم. کلن مال توست. خب، کل شما، خارجی ها شما بگو. خارجی هم دارن به همین نتیجه میرسن که هیچ چیزی در این دنیا بی دلیل و بدون علت نیست. مثلا به طور مثال که در این قسمت آماده کردیم، آپاندیس که تا چند پیش فکر کردن این عضو بدن کاملا بیفایده و بدون استفاده هست، فوایدی داره و استفاده هایی داره و کم کم دارن به اهمیتش پی میبرن. بله، بخاطر واضح شدن این موضوع تحقیقی که انجام شده رو میخواییم براتون بگیم. محققین غرب بر این نظرند که انسان ها و حیوانات در حال تکامل هستند. میلیون ها سال است که دوره تکامل خود دارن سپری میکنن. مثلا تحقیقی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که کوسه ها، نهنگ ها در یک برهه ای از زمان اینا دارای پا شدن، دست و پای پیدا کردن و میتونستن که به خشکی بیاین و بعد از گذشت مدتی باز دوباره دست و پای ازشان گرفته شد و رفتن دوباره هاوز آب، اقیانوس، دریا، خواست بگه هاوز. آره، بعد یک مدت زمان دیگه اینا دارای بال شدن، بالهایی که میتونن توسطش داخل آب شنا کنن، بالک ها، دارای او بالک ها شدن که تا فعلا هم او بالها را دارن و میتونن توسط او شنا کنن و بر اساس نیازی که داشتن این بالها بهشان داده شد. یا مثلا راجع به چلپاس ها تحقیقی صورت گرفت، گفته شد اینا در برهه‌ای از زمان دست و پای خود از دست دادن و شبیه مارها شدن و میتونستن که بخزن روی زمین، اما چون بدنشان نیاز داشت دوباره اینا رفتن به مسیر ای که تکامل پیدا کنن و دارای دست و پای شوند و فعلا هم خیلی از چلپاس ها رو ما بینیم که دست و پای دارن. بله، در مطالعه یاد شده که ایشان تا حالی فلسفه های بسیار زیاد، رمان های زیاد دربارش تعریف کردن، تکامل 533 گونه از پستانداران طی 11 میلیون سال بررسی شد. یعنی بقایای این پستانداران که پیدا شده از 11 میلیون سال قبل تا حالی اینا رو گرفتن بررسی کردن، یک دفعه برام سعی کن بررسی کردن تا زمان اکتساب یا حذف آپاندیس داخل پستانداران تعیین شده، چون آپاندیس یک عضوی است که پستانداران اینا دارن. دیگه عرضم به حضور شما که آپاندیس بین 29 تا 41 بار تکامل یافته و تنها 12 بار در این پروسه تکامل از دست رفته و حذف شده از بدن پستانداران. بنابراین جای شکی نیه که وجود آپاندیس بی دلیل نباشه، یعنی دلیل داره که اینقدر حذف و اضافه میشه و دوباره میارن، مثل چیزا هست به هر حال دیگه. خب گفتیم بین 29 تا 41 بار آپاندیس تکامل پیدا کرده و تنها 12 بار حذف شده بر اساس تحقیقی که اونا انجام دادن و این خودش بیانگر از این هست که آپاندیس عضو ضروری از بدن هست، ولی نمیفهمیدن که کاربرد و فایده‌اش چی است. طبق تحقیقاتی که انجام دادن بالاخره به این نتیجه رسیدن که وجود آپاندیس، عضو آپاندیس در بدن در قسمت سیستم ایمنی بدن خیلی میتونه مفید واقع بشه و هر جایی که آپاندیس بوده در دوره ها در واقع یک بافت لنفاوی هم وجود داشته که در قسمت سیستم ایمنی بدن خیلی کمک میکرده. بله، بافت های لنفاوی، یک توضیح کوتاه دادم، بافت های لنفاوی یا سیستم لنفاوی سیستمی است
که یکی از کارهایش ایمنی و حفاظت از بدن هست، بله. یکی از کارهایش سوخت و ساز چربی ها داخل بدن است، یک خاصیت دیگه هم داشت که من از یادم رفته الان فراموش کردیم، ولی به هر حال آپاندیس یکی از کمک کننده ها به دستگاه سیستم ایمنی بدن میگن، تازه تحقیق دانشمندا میگه که هست. بله. بعضی ضررها هم گفته داره که خیلی از انسان ها چون دچار درد آپاندیس میشن، آپاندیس میارن میگیرن عملیات میکنن در میارن، خب بالاخره به این نتیجه رسیدن که آپاندیس چیز خوبیه، مفید واقع میشه. بله. با ما باشید. به گفته به نوشته ادریس جان، باز هم کاربرد الکسا در گزیتی به نام دمکش دشکم دشکم کامره ای به نام دش کامره ای به نام دشکم جور کامره دشکم اول الکسا رو من توضیح بدم درست است؟ به نظر الکسا یک بار دیگه به صورت خیلی خلاصه براتون توضیح میدم، الکسا دستگاهی است، یک دستگاه دستیار شما هست که از طریق فرامین صوتی با شما ارتباط برقرار میکنه، حرف شما رو میفهمه و ترجمه میکنه و از طریق این فهم دستوراتی که شما بهش میدید یا یک گپایی که شما برش میزنید یک سری کارا رو انجام میده. گجت های زیادی هم طراحی شده که به دستگاه الکسا متصل میشن و این از الکسا اینا رو کنترل میکنه. یکی از این دستگاهایی که جور شده دمکش است که دشکم است که ادیسیون دشکم توضیح. حالا دشکم چی است؟ کم که منظور همون کامره هست، اختصار شده شده گرفتن استفاده کردن، و دشکم همون کامره هست که در پیشروی موتور نصب میشه. شاید شما خیلی از کلیپ های کوتاه، ویدیوهای کوتاه رو دیده باشین که از وقوع حادثات ترافیکی تصویر برداری شده، در یوتیوب گذاشته شده، اونم کامرایی که در پیشروی موتور نصب میشه او رو بهش میگن که دش کم یا دش کامره. این دش کامرایی که اینا درست کردن به نام اسپیک پلاس هست که وصل میشه به گجتی به نام الکسا که مهدی جان براتون توضیحش داد و باعث میشه که این ارتباط بین الکسا و دش کم یا همون کامره خدمات خیلی بیشتری رو بتونه براتون ارائه بده. مثلا خدماتی که میتونه بر شما ارائه بده ای است که خب الکسا و دشکم با هم دیگه وصل میشن، اینا هر دوشان وصل میشه به موبایلتان، موبایلتان نتش باید فعال باشه. خب شما چه استفاده میتونید ازی بکنین؟ یک، میتونید اخباری رو که میخواین بهش دسترسی پیدا کنین. مثلا شما میگین که اخبار حوزه آتلانتیک چی هست، بهتون اطلاعات میده، یا اخبار ورزشی، یا بارسا چیکار کرد دیشب، یا اخبار حوزه کاتالونیا چی هست. بله. یا میتونین که موسیقی بشنوین، فقط شما دستور میدین به الکسا که من فلان موسیقی رو میخوام بشنوام، او هدایت میده به این دشکم و این سرچ میزند چون به نت موبایلتان وصل است و اون موسیقی که میخواین براتون پلی میکنه. شما نقشه راه رو میخواین بفهمین، مقصدتون رو مشخص میکنین، میگین من چجوری میتونم به این مقصد برسم، براتون مسیریابی میکنن شما چجوری میتونین به این مقصد برسین. ویژگی دیگه ای که داره، اگر سفر جایی میرین این ریکورد هستی کامره و شما میتونین که تصاویر جریان سفرتون رو ضبط کنین در واقع و داشته باشه این تصاویر رو. اگر حادثه ای چیزی خدای نخواسته رخ میده، شما میتونین لحظه او حادثه و یا سانحه را ریکارد داشته باشین، ضبط کنین و دوباره بگیرین. بله. یکی از کارهای یکی از قابلیت‌های دیگه‌ای که این دشکم داره این است که میتونه از طریق لاین آگز یا بلوتوث به پخش کننده موتور شما، به اسپیکرهای موتور شما متصل بشه، به تایپتون و صدا و موسیقی پلی کنه، اون چیزی که شما دوست دارید انجام بده برای شما. و تمام این کارهایی که صورت گرفته شما شاهد ازی هستین که در قسمت موتر خیلی دارن کار میکنن و هدف نهایی است که موترها رو به سمت هوشمند شدن پیش ببرن. تمام تلاششون است که موترها هوشمند بشن. بله. این امکانات جدیدم در دشکم حتما هزینه اضافه داره. دشکم های عادی که این امکانات ندارن $150 قیمتشان هست در بازار فعلا، ولی دشکم با این امکانات جدیدی که داره قیمتش $230 هست در دقیقاً بازار. و یک موضوع دیگه که ببخشید من فراموشم شد بگم، این دشکم قابلیت ایرام داره که وقتی شما با یک موتر گفتی ببخشید فراموش گفتم بخشیدم خیلی وقتی شما در جریان رانندگی با یک موتر بیش از حد نزدیک میشین که امکان وقوع یک حادثه
وجود داره ای بر شما خوشدار میتن. یا اگر از این خطوط رد میشین، فاصله میگیرین یا قوانین ترافیکی را رعایت نمیکنین در هنگام درایو، ای دمکش ای دشکم به شما هشدار میده که شما دارین تخلف رانندگی انجام میدین. بله. پس مراقب باشین. این دیالوگی منم که هرجیز گفته بود کلی کارو برای است که موتر شما رو روز به روز هوشمندتر بسازه. موضوع بعدی که برات مد نظر گرفتم دغدغه گم شدن اجناس است. خیلی وقتا از ما یکی از مال خود خیلی وقتا هست ما و شما اصلا یک جنس خود گم میکنیم و دنبالش میگردیم. مثلا ریموت کنترل کجاست، ریموت تلویزیون کجاست، هر چی میگردی پیدا نمیکنی. چند شب پیش بود دخترکم یک بک داره بر مهد کودک خود گرفته، ریموت گرفته بود داخل، یعنی کل خانه رو ما زیر رو کردیم، کل خانه رو. آخر امروز صبح ریموت پیدا شد، دیدیم در بک دخترم گرفته. یک دخترک شوخ داره ادیسیان. به هر صورت یا مثلا بکسک جیبی خود گم میکنیم، یا مثلا کلید گم میکنیم. اصل طراحی ایگچت بابت پیدا کردن کلید هست که وقتی ما یک کلید یک الماری را دروازه را دروازه کوچه را خانه را گم میکنیم، چیکار کنیم که راحت بتونیم پیدا کنیم؟ آمدن گجتی رو درست کردن که ایگچت را روی هر آن چیزی که خودت خواسته باشید نصب میکنی و در قسمت پیدا کردنی بهت کمک میکنه. به چه شکل؟ حالا گمش یک سوال، رکورد گم شدن ریموت در خانه شما چقدر بوده؟ زیاد بوده، خیلی گم شده. نه چند دقیقه، چند ساعت گم شده بود؟ امیدوار ما دو روز نداشتیم. دو روز، من یک دفعه یک هفته ریموت کنترل ما گم شده بود. یک مهمان اومده بود خانه ما، این شب ما گفتیم تلویزیون بیا سعی کن، پیش تلویزیون جایش انداختیم جایش، گفتیم بیا تلویزیون سعی کن. این اومد شب راحت خوابید و دیگه ریموت گرفتیم دادیم برازی و فردای همین قضیه ریموت گم شد. آقا که بپال کل خانه را زیر رو کرد پیدا نشد. بعد از یک هفته یک مهمان دیگه آمد که ما اومدیم جایه رو بندازیم، ریموت پیدا شد. این صبح بنده خدا خسته بود از خواب، کمپل جمع میکنه برای ادب و احترام، آدم خیلی متشخصی هم بود بنده خدا، کمپلی که برش داده بودیم رو جمع کرده و ریموت هم داخل جمع شده بود. فکر ما مشکل شده بود، یک هفته مکمل ریموت گم بود. حالا این گجت چجوری قابل استفاده است؟ این شکلی است قرار است که این گجت من توضیح بدم. تو حال مشکلات گم شدنش گفته بود. این گجت چی رقم کار میکنه؟ این گجت به شکلی است که مخصوصا کلید برای اینکه پرودوسر ناراحت نشه تو کلید نگفتی، مخصوصاً اگه کلید شما گم بشه میتونید این گجت به جا کلیدی خودتان وصل کنید یا به هر آن چیزی که فکر کنید گم میشه، در بکسک جیبیتان، در بکس مسافرتی، حتی در کرتیتان اگه ممکنه گم بشه، در موبایلتان، در هر آن چیزی که احتمال میدید این ممکن است گم شود، این میتونه متصل بشه. میتونید از طریق اینو میبینید او چیزی که او جنس یا مالی که دارید و میترسید گم شود یا از پیشتان جا بمانه متصل کنید. زمانی که شما ایده فرا بخونید، یعنی با موبایلتان به دست بیارید که کجا هستی، مثلا کرتیه من کجا هستید، این یک صدای خیلی بلند از خودش متصاعد میکنه و شما جایش پیدا میکنید. خود کمپانی که ایده ساخته ادعا کرده که این دستگاه، صدای این دستگاه خرد که بسیار رز است، در محیطای بسیار شلوغ هم شنیده میشه. البته هنوز نگفته دقیقاً، مشخص نکرده که صدایش به چه میزان هست، چون یک واحدای اندازه‌گیری داره، ولی حجم دقیق صدا رو نگفته. قیمت این دستگاه 16.99 دلار است یا 17 دلار دیگه. خیلی هم ارزان هست. بله ارزان است نسبت به کارش، خیلی ارزان است. مثلا دمو بیروباری که خودت گفتی یک چیزیش یادم رفته بود، عتی گجت این دستگاه به موبایلتون وصل میشه، از طریق موبایلتون تنظیم میشه. مثلا شما یه گجت رو وصل میکنید به بکسک جیبیتون، در یک محیط دارین میرین، حس کردین که جیب من خالی شد، بکسک من یکی زد، سری موبایلتون در میارین و فعال میسازین، اما دکمه ای که باید میزنین و از بکسک جیبیتون توسط گجتی که داشتین از پس صدا در میاد و شما میفهمین که کجا هست، ولی باید دقیق باشید که این صدا اگه دوزی هم کرده باشه میتونید پیدا کنید. یه نقطه جالب است، گجت خوبی است. اما موضوع بعدی که براتون مد نظر گرفتیم،
خیلی وقتا هست وقتی به تفریح میریم با فامیل با دوستا، خب یقیناً یک چادری برپا میکنیم، یک فرشی هوار میکنیم که از باد، باران، خاک، آفتاب بیارفا در امان باشیم. از چل پسه در قسمت چادر برپا کردن یا هوار کردن فرشوی موضوعات یک جنجال است دیگه. هر کی به نحوی تر خودم میاره که باش یکی دیگه این کار انجام بده، یکی میره مثلا سر خود به وسایل آوردن گرم میکنه، یکی کلا در موبایل خودش مشغول و مصروف میسازه، یک بالاخره به نحوی خودم میگیرن مصروف میکنن تا یک آدمی از شانس بدش بگیری چادر رو برپا کنه. اما آمدن بخاطر این موضوع که دیگه کسی دغدغه‌ای رو نداشته باشه که چادر کی برپا کنه که بخوایم بریم بشینیم، آمدن یک چادر خیلی خوبه تحت نام کیوب درست کردن که قابلیت های خیلی خوبی دارن. بله، کیوب چادری است. از کیوب به شکل کیوب چی نوشته میشه؟ به شکل کیوب یعنی مکعب، ولی حرف اولش کیوب گذاشتن، یک ابتکار جدید است نامگذاری. چادر کیوب میتونید در 2 دقیقه نصب کنید، برپا کنید، آماده کنید. کیوب با آسانی بسته میشه زیرا تنظیم آن وجود داره، بنابراین نیاز به متخصص نیست. کیوب یک چادری است از روی متن خانم. کیوب یک چادری است که شما میتونید به راحتی رو برپا کنید، به راحتی جمع میشه، نیاز به تخصص زیادی برای جمع کردن و نصب کردن این چادر وجود نداره. از خاصیت هایی که این کیوب داره اینه که البته در سایزهای مختلف هم 2 نفره، 3 نفره و 4 نفره در سایزهای 2 نفره، 3 نفره، 4 نفره تولید شده و در بازار وجود داره. از خاصیت هایی که داره این است که یک پنل خورشیدی داره این کیوب، این چادر که پشت پنجره نصب میشه، پشت پنجره‌ای که جایش هم قرار دادن پشت پنجره نصب میشه، میتونه از طریق امواج خورشیدی که به چادر شما میتابه انرژی برق تولید کنه و در یک بیتری خرد ذخیره کنه. اتفاقا خیلی میزان قابل توجهی هم چارج ذخیره میکنه، 5 تا 6 بار میتونه یک موبایل فول چارج کنه با یک بار فول چارج شدن اون بیتری. دیگه عرضم به حضور شما از قابلیت‌های دیگه‌ای که داره که میتونید این کیوب ها را، این چادرهای مسافرتی را میتونید چند تاش به راحتی به هم دیگه وصل کنید به طوری که کل اینا در واقع یک چادر بشن. شاید چادر بله به چادر دیگه برید، فامیل اگه فامیلای کلان یا تعداد نفرات که میبرید کلان باشه میتونید اینا رو به هم دیگه متصل کنید. از قابلیت های دیگه ای که داره این چادر مسافرتی است که سیستم تهویه هوا داره، یعنی در هوای گرم باعث میشه داخل چادر سرد باشه و در هوای سرد اندکی باعث میشه که داخل چادر حفظ گرما بشه و گرم بیه. دیگه عرضم به حضور شما ای است که یکی از قابلیت های دیگه ای داره، خودش گروپ داره، گروپ های LED داره، به همین باتری وصل میشه و در شب باعث میشه که شما در تاریکی نباشی. بله، این موضوعات که در این قسمت گفت، اما من یک اشاره کوتاه به موضوع قبلی داشته باشم. گفتی چارج میشه، میتونه ذخیره کنه. گجت که براتون گفتیم در قسمت پیدا کردن اجناس میتونه کمک تاک کنه، این گجت چارجی هست و خوبیش این است که یک دفعه چارج میکنی یک ماه کار میتونه. بردی سر برنامه نگید چرا در موضوع قبلی رو نگفتین. احسن. و قبل از اینکه چارج اون گجت کدامه داری؟ همون گجت قبلی، قبل اینکه چارجم خلاص شه یک آلارم میده که چارج ما داره خلاص میشه. خب دوستای عزیز، کم کم داره میرسیم به وقتای آخر مسابقه، وقت آخر برنامه. 3 تا موضوعی که براتون در قسمت اول برنامه گفته بودیم باقی مانده. یکی جاکت هوشمند هست، یکی لامپ هوشمند است بر سالمندا، و یکی هم گجت بوگیر هست. چون وقت ما خیلی کم هست فقط گجت بوگیر رو بر شما میگیم، 2 موضوع دیگر رو در برنامه بعدی انشالله خدمتتون پیشکش میکنیم. اما گجت بوگیر خیلی وقتا هست که در بعضی از فضاهای خانه یا دفتر یا هر جای دیگه ما میبینیم که بعضی فضایی هست که بوی زیادی میده، بوی بد میگیره. به طور مثال جا کفشی معمولا خیلی بوی میده، داخل یخچال بسیاری وقتا میشه که بله بوی میگیره. دیگه به طور مثال در مثل چی دیگه است، تشناب یا سرویس بهداشتی معمولا زیاد بوی میده، داخل سطل کثافت‌دانی زیاد بوی میده، این چه جاها معمولا بوی زیاد داره. به همین خاطر گرفتن یک گجتی رو جور کردم به نام ونتی فرش، که این گجت در اون فضاهایی که دارای بوی بد هست قرار میگیره و باعث میشه که فضا بی بوی بشه.
بله. یعنی اسپری نیست که تو اسپری کنی بوی خوش بخواد بدن، فضا را بی بو میسازه. تمام؟ گفت دیالوگ من را گفت. و گجت خیلی خوب است، میتونی نصب کنید در جایی که بو میده. بله، یک بیتری قابل حمل هم داره. بگو نه بگو اسم. نه تعرف نکن خدا بستیم. بفرمید. نه خواهش میدم، شما بفرمید. ما به قول یارو شما بزرگوارین، بفرمایید. ما یک شب، شما هزار و یک شب، بفرمایید. شما استاد ما، بفرمایید. یک بیتری قابل حمل دیگه هم داره که یک بانک پاور است برش، پاور بانک است برش. اینجا نوشته کرده بانک قدرت. یک پاور بانک هم همراه خودش داره. شما به راحتی میتونید در فضای خانه، یخچال، در الماری خانه، در جاهای دیگه، یا هر فضای دیگه بسته ای رو نصب کنید و بوی و محیط از بین ببرید. خب، این بود موضوعات برنامه که تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که کاربردی بوده باشه، در خور پسندتان قرار گرفته باشه این برنامه، و تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. تا برنامه دیگه و ادریسی دیگر، من خود زیاد گپ نمیزنم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار. کجا بریم؟ میرید؟ بودید؟ نانچاش؟ کل جای آلوده است. اه، به ضمانت، به گارانتی میگم کل جای آلوده است.